بینندگان گرامی، همراهان برنامه تیک تاک، درود بر شما. امروز هم در خدمت شما هستیم تا آخرین تحولات سیاسی میهنمون و نقطه و مختصات رژیم آخوندی رو بررسی کنیم. این روزها باز هم شاهد تشدید انزوای بین‌المللی رژیم آخوندی در سطح جهانی هستیم. از صحبت روز گذشته وزیر خارجه آمریکا در شورای امنیت تا مواضع برایان هوک علیه رژیم تا ناامیدی رژیم از اروپا برای کمک به دور زدن تحریم‌ها و همچنین بمباران پیاپی مواضع سپاه پاسداران و مزدوران منطقه رژیم در سوریه و عراق، مواردی که نشون دهنده تشدید مداوم انزوای رژیم آخوندیه. گزارشی در این باره. روز گذشته مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده در جلسه شورای امنیت لیستی از اقدامات تروریستی و مخرب رژیم آخوندی را ارائه کرد. وزیر خارجه آمریکا گفت آمریکا هدف خود را اعلام کرده است که به صفر رساندن تمامی خریدهای نفت از ایران در آوریل بوده است. پومپئو همچنین در مصاحبه‌ای با تلویزیون CBS بار دیگر بر نفی سیاست مماشات و کنار آمدن با آخوندها تاکید کرد و گفت دولت پیشین آمریکا یک چک بزرگ برای رژیم ایران نوشت و صندوق‌های پول را برای آنها فرستاد تا که بتوانند کارزار تروریسمشان را در سراسر جهان گسترش دهند. اما ما هرگز اجازه چنین کاری را نخواهیم داد. همزمان برایان هوک، هماهنگ کننده اقدامات علیه رژیم آخوندی در وزارت خارجه آمریکا، در یک کنفرانس مطبوعاتی تاکید کرد اکنون فروش نفت رژیم ایران از 2,700,000 بشکه پیش از تحریم ها به تنها 100,000 بشکه در روز رسیده است. برایان هوک همچنین درباره پیشرفت شکلگیری ائتلاف نظامی برای حفاظت از کشتی ها در خلیج فارس در برابر تهدیدهای رژیم ایران از آمادگی 30 کشور برای پیوستن به این ائتلاف خبر داد. همچنین نخست وزیر استرالیا اعلام کرد به کمپین نظامی بین‌المللی برای کمک به حفاظت نفتکش‌ها در تنگه هرمز می‌پیوندد. در همین حال، هماهنگ کننده اقدامات علیه رژیم آخوندی در وزارت خارجه آمریکا درباره نفتکش گریس 1 که اکنون نامش را به آدریان دریا تغییر داده گفت ما دنبال حرکت این کشتی هستیم. می‌خواهیم مطمئن شویم نفتی که حمل می‌کند مورد استفاده قرار نگیرد، چرا که درآمد آن برای تامین مخارج مالی عملیات سپاه پاسداران و نیروی قدس است. ما به دقت حرکت این کشتی را زیر نظر داریم. سایر کشورها نیز باید تهدیدات رژیم ایران را جدی بگیرند. آمریکایی‌ها می‌گویند از همه دولت‌ها و بخش کشتیرانی در جهان خواسته ایم از عبور هر نفتکش ایرانی و پهلوگیری آنها خودداری کنند. برایان هوک، رئیس گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا، با اشاره به اینکه آمریکا حرکات این کشتی را تعقیب خواهد کرد، از قصد آمریکا برای ممانعت از انتقال نفت ایران توسط نفتکش آدریان دریای 1 در دریای مدیترانه میگوید. وزیر امور خارجه از محافظه‌کاری و تعلل اروپا در راه اندازی این استکس انتقاد کرد. آقای ظریف در جمع ایرانیان مقیم سوئد بر حل مشکلات این استکس تاکید کرد و گفت باید پول نفت ایران وارد این سازوکار مالی شود. وزیر امور خارجه افزود ممکن است این استکس در کوتاه مدت درمان مشکلات ما نباشد، اما این واقعیت را نشان می‌دهد که نزدیکترین متحدان آمریکا برای دور زدن آن سازوکاری درست کردند. همزمان عباس موسوی، سخنگوی وزیر خارجه آخوندها، هم نالید مذاکرات و رایزنی‌ها در خصوص تعهدات اروپا در برجام تا این لحظه به نتیجه نرسیده است. از طرف دیگر علی شمخانی، لومپن پاسداری که عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی رژیم را یدک می‌کشد، روغن ریخته را نظر ولایت در گل مانده کرد و در مصاحبه با شبکه NBC نیوز و در یک اعتراف تازه گفت ما نباید توافق هسته‌ای دوران ریاست جمهوری اوباما یعنی برجام را امضا می‌کردیم. در همین حال جواد ظریف با یادآوری یک تودهنی دریافتی از کشورهای منطقه گفت در گذشته به وزیر خارجه وقت عربستان پیشنهاد مذاکره درباره کشورهای منطقه را داده است و حتی با آنها گفته اگر فکر می‌کنید من مالکش اعظم هستم با پاسدار سلیمانی مذاکره کنید،
اما پاسخ وزیر خارجه عربستان این بود: جهان عرب به شما ربطی ندارد. در چنین شرایطی روز گذشته باز هم خبر بمباران مراکز سپاه پاسداران و مزدوران منطقه ی رژیم در صلاح الدین عراق منتشر شد. این گزارش ها به چندین کشته و مجروح و انفجارهای مهیب در انبارهای مهمات آنها اشاره می کند. این حملات پیاپی در حالی است که تاکنون رژیم آخوندی نتوانسته کمترین واکنشی نسبت به این حملات نشان دهد. امروز خامنه ای پس از مدت ها سکوت به صحنه اومد و با آخوند روحانی و هیئت دولت رژیم حرف زد. با توجه به اینکه در این مدت سکوت معنادار خامنه ای رژیم با بحران های خاصی روبرو بوده، به صحنه اومدن ولی فقیه نظام سوالاتی رو ایجاد میکنه. خامنه ای در مجموع چی گفت؟ در رابطه با بحران های نظام چه مسیر رو برای عبور از اونها نشون داد؟ این حرف ها چه پیام سیاسی داره و چه مختصاتی از تمامیت رژیم رو نشون میده؟ برای بررسی این موضوع گفتگویی داریم با رضا هفت برادران. سلام بر شما و خیلی خوش اومدیم. منم سلام کنم به شما و به همه هممیهنان عزیز در هر جای جهان که هستن. خب اولین سوال من اینه که امروز صحبت‌های خیلی زیادی رد و بدل شد. سوال اولم اینه که حرفای اصلی خامنه‌ای چی بوده؟ ببینید خیلی حرف زد خامنه ای، ولی اگه بخوام خیلی مختصر و فشرده بگم چی گفت، میشه گفتش که یک سلسله، در بهترین حالت البته، یک سلسله گفتار درمانی و امید درمانی فوق العاده مسخره و حرفای کاملا بی پایه و اساس در زمینه‌های مختلف. ظاهرا تمرکزش روی اقتصاد و فرهنگ بود، ولی تقریبا به هر چیزی یک نوکی زد و حرفای زد فی الواقع همه ضد و نقیض، متناقض و همون که گفتم مسخره. یه چند تا نمونه شو بگم. خامنه ای اقتصاد و فرهنگ رو دو مسئله مهم کشورش خوند، ولی هیچ رهنمود عملی و قابل اجرایی برای هیچ کدومش نداشت. تأکید کرد که توجه کامل مسئولان به تولید داخلی به عنوان کلید اصلی حل مشکلات موجود، نکات مهمی را درباره رهایی کشور از وابستگی به درآمد نفت، توجه ویژه به بخش‌های پیشران اقتصادی. آخه همجوری میگه دیگه، رهایی کشور از وابستگی به درآمد نفت. شعار، شما 40 ساله در این پول نفت رو میخورید. اگه میخواستید رها بشید تو این 40 ساله چیز داشته؟ الان یادتون افتاده درست تو تنگنایی که حلقه تحریم ها داره گلوی نظام فشار میده یاد رهایی از این افتادید؟ یا میگه که به بخش های پیشران اقتصادی نظیر مسکن. کدوم پیشران، کدوم مسکن؟ مسکن الان در صدر اولوی تورم ها در رژیم قرار گرفته، 128% تورم داره. کدوم پیشران؟ بعد میگه نظیر بخش کشاورزی. کدوم کشاورزی؟ کشاورزی رو مگه گذاشتید شما باقی باشه؟ مگه منهدم نکردید؟ حالا بعد اشاره میکنم که چجوری اینا منهدم کردن. بعد میگه شرکت های دانش بنیان. کدوم شرکت ها و کدوم مادر اینا داشتن تا حالا برای مردم ایران؟ بعد جالبه میگه ضرورت تغییر نگاه به تولید کننده به عنوان رزمنده جنگ اقتصادی. ضرورت تغییر نگاه به تولید کننده، این پشتش یک اعترافیه که تا حالا به عنوان رزمنده جنگ اقتصادی به این تولید کننده نگاه نمیشد. به عنوان یک مرکزی برای مکش و دوشیدن و قارت و چپاول دست و جیبش کردن بود. الان میگه ضرورت تغییر نگاه. معلوم میشه ظاهرا مشکل در نگاه بوده. بعد میگه لزوم جهتگیری و هدفگذاری پیشرفت اقتصادی به سمت تعیین عدالت و ریشه‌کن کردن فقر. واقعا شعارهای مزخرفی میگه. اون چیزی که در کارنامه 40 ساله این رژیم قابل رؤیت، مردم ایران هم با گوشت و پوستشون دارن لمس میکنن، چیزی که هست گسترش فقر، تعمیق فقر، عمیق‌تر شدن فقر، دیگه پیدایش یک پدیده هایی مثل گورخواب و نمیدونم کارتون خواب و اینا دیگه گذشته. کسایی که مجبور میشن برای تامین حداقل معیشت، نه برای زنده موندن، بیان
اجزاء بدن خودشون رو بفروشن، از قرنیه، چشم و کلیه و چیزای دیگه، یا به یه عده برن فرزندشون رو بفروشن. این شعارها آخه به کجا میخوره؟ یا مثلا یک جو گفته بود که باید به دور از گرفتار شدن در برخی آفات، مسائل مهم کشور را اولویت بندی و اولویت ها را یک به یک پیگیری کرد. یک جمله کلی بافی خنددار مزخرفی، آدم رو یاد اون ضرب المثل معروف میندازه، میگن از کرامات شیخنا این از شیره را خورد و گفت شیرین است. این هم میگه باید اول اولویت بندی کنید، بعد یکی یکی اجرا بکنید. حالا کی اولویت بندی کنه، کی اجرا بکنه، بر اساس چه مایه‌ای بخواد اولویت بندی کنه، اینا را اساساً واردش نشد. در مورد موضوع اقتصاد گفتش که تولید داخلی را کلید اصلی حل این مشکلات لقب داد و گفت البته به دست آوردن و چرخاندن این کلید در قفل مشکلات اقتصادی آسان نیست، اما باید این کار را انجام داد. اینم از اون افاضات شیخناست که گفته برای روز مبادا که دیگه این تق همه چیز نظام در اومد، دیگه نوچه هاش و بلبلچی هاش بتونن بگن که آقا گفته بود اونا اجرا نکردن. شاید به درد یه همچی چیزی بخوره این جملات، ولا از توش هیچ رهنمودی در نمیاد. یا مثلا گفته بهترین مقابله با دشمنی ها رونق تولید است که به فضل الهی در این زمینه حرکتی در بخش های مختلف دیده می شود. در کدوم بخش؟ اقلا روزنامه های خودش نوشتن در این فاصله نوروز تالا، در این نیمه سال بیش از 100,000 کارگر بیکار شدن. رونقش کجا بود که اینا بیکار شدن در نتیجهش؟ بعد مسخره تر این که مثلا روحانی میگه ما تونستیم با گردشگری شغل ایجاد کنیم. اولا کدوم گردشگر اومد؟ بعد شما کدوم شغل ایجاد کردید؟ چند تا مهمون سرا تونستین را بندازید؟ کارهای مشخص خدمات رسانی تونستید بینا بکنید؟ کو آمارش و کجا بود؟ همینجوری ادعا در ادعا در ادعا. یک چیز خنددار دیگه تو تعیین اولویت ها در زمینه اقتصادی خامنه ای بر سه مسئله تمرکز کرد. یکی قطع وابستگی به صادرات نفت، بعد از 40 سال یاد این افتاده. توجه به پیشران‌های اقتصادی که اشاره کردم، که گفت اینا میتوانند موتور محرکه دیگر بخش‌ها قرار گیرند. خب آخه نظر درست میاد اینا که اینها درست میاد، ولی توی یک اقتصاد سالم، توی یک اقتصاد درست، این کدوم پیشران؟ پیشران‌های اصلیش که الان اشاره کرده مسکن اشاره کردم، الان 127% تورم داره، دچار رکود شده، راکت‌ترین بخششه. بعد نتونستن این را راه بندازن. مسکنی که به اسم مسکن مهر چیز کردن، الان انبوهیش مونده، هیچ متقاضی نداره، برای اینکه رفتن یک جایی را انداختن که اصلا به درد زیست نمیخوره، زیر ساختاش حل نیست، چه از نمیدونم آب و برق و خدمات پزشکی و مسیر و جاده‌ای که اینا بتونن برسن به مراکز شهری، هیچ چیزش حل نیست. بعد از اون الان کی میخواد رو این بیاد سرمایه گذاری بکنه؟ اگرم کرد، اگرم ساخت، که میتونه اینو بخره؟ چون الان با میزان تورمی که خودشون گفتن 120% و یه عده اقتصاددانشون گفتن بیش از 300%، یعنی اینکه مردم اگر بتونن به نون شبشون برسن، کی میتونه این اقتصاد رونق بده که بخواد چرخ و چنبیل به اصطلاح تولید مسکن و یا چیزهای دیگر رو را بندازه؟ این صحنه ای بود از اون چه که خامنه ای گفت. در مورد مسائل فرهنگی هم هیچ راه حلی نداشت جز پیام سرکوب، پیام انقباض، که آهناله هایی که کرد از فضای مجازی حرفش این بود که باید بسته بشه، کنترل بشه. سر حجاب باز همون حرفای ارتجاعی همیشگیش رو تکرار کرد. در عمل راه حل نبود، راه حلی که بخواد به اصطلاح یک محور به قول خودشون گفتمان ملی قرار بگیره. در واقع حرفاش یک نمایش بیراه حلی و بنبست بود. درست. حالا شما به نکاتی که اشاره کردید تحت عنوان نکات اصلی، خب واقعیت اینه که کل نظام طی مدت اخیر با مسائل مختلف و جدی روبرو بود. به این مسائلی که واقعا دست و پایگیر رژیم هم بوده هیچ اشاره‌ای نشد. ببینید این دیدارش روز 3 مرداد بوده، تا
تا ساعت 4 بعد از ظهر 30 مرداد که من مطالبی که از حرفای این منتشر شده بود از حرفای خامنه‌ای در دیدار با هیئت دولت رو خوندم چنین نکاتی توش نبود. البته از این سوابق هست که خامنه‌ای از این ملاقات توی ملاقات ها حرفایی میزنه که در جای اینا منتشر نمیکنن، ممکنه بعدش منتشر کنن، ممکنه چند هفته و چند ماه بعد منتشر کنن، از این سوابق داره. ولی تا این حدی که الان خبرگزاری های مختلف و سایت خود خامنه ای اظهاراتش رو منتشر کرده، هیچ کدوم از بحران های اصلی این روزهای رژیم اشاره بهش نشده بود، چون بالاخره اینا مسائل ساده ای نیست که بخواد بهش وارد بشه. وارد اگه بشه باید یک راه حلی داشته باشه. درست. به نفعش نبود. یکی از مسائلی که همین روزا هم مطرح هستش و خیلی جدیه، یعنی دیگه تو رأس خود آخوندهای حاکمه، اون دعوایی هستش که بین آخونده عالی رتبه الان جریان داره، به این هیچ اشاره نشد؟ مطلقا اشاره نکرد، چون اشاره بکنه بگه چی. حتی مثلا شاهد بودیم که دیروز پریروز بعضی از این آخوندهای حکومتی مثل مکارم اینا اومده بودن گفتن آقا بزرگان بیان دخالت کنن، یعنی میخواستن پای خامنه ای رو بکشن وسط، چون فقط این بود که میتونست با اون به اصطلاح سگ دعوایی که سر قدرت و چپاول اینا بین این دوتا در گرفته بود بیاد حکمیتی بکنه، یک آبی رو آتیش بریزه، ولی نمیتونست وارد شه چون نمیتونست کنترل بکنه، چیزی نداشت. حالا این که سادش بود، اینا آدمای خودش بودن، گماشته های خودش بودن، هر کدومشون 10 سال رأس قوه قضاییه، اینا رو آروم کردن نمیتونست. حالا چه برسه این که بیاد مثلا موضع گیری بکنه رو داستان در لیست رفتن خودش و بیتش و ظریف و نمیدونم الان تو این بنبستی که سر برجام و این سکس و اینا گیر کردن بخواد بیاد رو اینا موضع گیری کنه. اساسا اگر هم چیزی گفته بود به نفعشون نبود که پخش بکنن و چنین چیزی درست. شنیده نشد. درست. ولی یک موضوع هم هست که توی این صحبت ها شما اشاره نکردید که یک سری راه حل‌های اساسی درباره مسائل و مشکلات امروز جامعه گفت، مثلا در رابطه با مبارزه با فقر و همینطور حمایت از تولید. نظر شما درباره اینا چیه؟ ببینید این راه حل‌هاش به طور کلی اشاره کردم، در واقع یه مش کلی بافی های مسخره ای بود که هیچ ماده عملی مطلقا نداشت. بهترین اسمی که میشه روشون گذاشت در واقع امید درمانی و گفتار درمانی و اینجور چیزاست. مثالی که زدم سر داستان پیشران مسکن، کدوم مسکن؟ راه اندازی لوازم خانگی، کدوم لوازم خانگی؟ بعد میگه بیایم از میزان نقدینگی استفاده بکنیم برای راه اندازی پالایشگاه ها و کارخونه ها و اینا، کدوم نقدینگی؟ این نقدینگی میگه تو دست توه، این نقدینگی که ناشی از چاپ اسکناس های بدون پشتوانه به اعتراف مقامات حکومتی روزی 10,000 میلیارد تومان اسکناس بدون پشتوانه چاپ میکنن تا مسائل روزشون رو بتونن حل بکنن، این که تنها راه به اصطلاح نتیجه‌ای که عاید میکنه اینه که بیشتر پول ملی رو ضعیف بکنه، بیشتر قدرت خرید مردم رو کاهش بده، بیشتر تورم رو ببره بالا. بعد میان دست به یک راه حلای مسخره هم میزنن مثل همین حذف 4-0 از پول ملی که تمام اقتصاددانای هر دو باند حاکم دارن میان میگن آقا این کار بی ثمر، نتیجه نمیده، بدتر یه هزینه ای میذاره رو دست مردم. خب در صورتی که فلواقع اگر بتونه یکی از اینها را به اندازه یک اپسیلون این طرحی که مدعی بود پیش ببره واقعا راه حل موفقه، ولی اگر اینها هر کدومش قابل اجرا بود تو این وضعیتی که اینا ایجاد کردن تا حالا کرده بود تو این مدت، نه الان که داره زیر فشار تحریم ها خفه میشه و نمیتونه تکون بخوره، الان مونده تو تامین نون شب خودش. در نتیجه اینا یک مش شعر و شعاری بیشتر نیست، کما اینکه الان میبینیم اینا اگه فلواقع راه حلی از این مسیر برای گشایش اقتصادی داشتن اینقدر آویزون و محتاج و وابسته به اینستکس نمیشدن، این ظریف رو اینجوری نمیفرستدن به دریوزگی این ور اون ور که یک به قول خودشون منفرض
منفذ این اینستکس برایشون مثلا این منفذ باز کنه، اونم تازه چیزیه که خودشون میگن این نفت در برابر غذاست، نه چیزی که بتونه پاسخگوی مسائل روز اقتصادشون باشه و بتونه مشکلاتشون رو حل بکنه. در نتیجه اساساً راه حلی از تو این متصور نیست برای رژیم که بتونه در بیاد. مثلا حالا یک سال اینجا باقی میمونه، اونم اینه که خامنه ای اشاره کرد به 1800 میلیارد نقدینگی و خود فناوری 1800 میلیارد. بله. و فناوری که اینها یک فرصت هستش که به اصطلاح میشه روش سرمایه گذاری کرد و کار کرد. نظر شما درباره این چی هستش؟ خب اگر این فرصته چرا تالا استفاده نکردید؟ این نقدینگی که روز به روز داره زیاد میشه، تازه الان شده 1900 میلیارد تومان. خب اگه قابل استفاده بود چرا نکردید؟ تازه میگه یک فرصت است. یه حرف همجوری تو هوا، فرصت است استفاده شود. این فرصت چجوری میشه استفاده کرد، چجوری ماده میشه، خودش هم میدونه که عملی نیست، برای اینکه این پول پولی الان تو دست صاحبان قدرت و جایی اینا خرج میکنن که بشه بیشترین میزان چپاوله کرد. درست. الان بساطی که این رژیم ایجاد کرده سر تولید، تولید رو منهدم کرده، زیر ساختاشو از بین برده، امکان سرمایه گذاری سالم تو این نظام اینجوریه که خود خامنه ای اشاره کرد برای یک واحد صنفی نه از 7 بعد از 70 خان عبور کرد. تو این شرایط کی میاد رغبت بکنه بیاد سرمایه گذاری بکنه توی تولید؟ تازه این پولی هم که تو دست خود کارگزاره رژیمه، اینا میان چیکار میکنن؟ باش واردات میکنن، سود مفت داره دیگه. کی میاد سرمایه گذاری کنه، استخدام بکنه کارگر رو، بعد بخواد حقوق کارگر رو بده، بازنشستگی کارگر رو بده، بیمه کارگر رو بده؟ اینا هزینه است. رژیم که اهل این چیزا نیست. واقعیت اینه که تمام اینها یک مش باندهای غارتگری هستند که روی منافعشون اومدن جمع شدن و این بساط اقتصادی و این وضعیتی که تو ایران هست رو حاکم کردن. تنها نقطه وحدتشون هم اینه که غارت کنن و چپاول بکنن و مخالفین رو سرکوب بکنن. از تو چنین ساختار اقتصادی اساسا راه حل تولیدی در نمیاد. یکی از این کارگزاران گفته بود، جواد منصوری گفته بود، از پایه‌گذاران سپاه گفته بود اگر از آسمون طلا هم بباره مشکل توی مملکت حل نمیشه، چون بنیانش بر فساد و غارت و چپاوله. در نتیجه چنین حرفایی که خامنه ای میزنه بیشتر به درد این بخوره که پس ورده بگه دیدی گفتم و بعد بگه که ما گفتیم اینا اجرا نکردن، یا ایجاد یک امید درمانی که حتی یک دقیقه هم اثر نداره، چون در واقعیت خلافش ثابت شده و مردم به چشم دارن میبینن. در نتیجه میتونم بگم که از حرفای این چنین برمیاد که هیچ راه حلی و برون رفتی از این مشکلات برای نظام متصور نیست. بسیار خوب، به نظر میاد جای صحبت در این باره خیلی زیاده و برنامه ما همچین حوصله‌ای و گنجایشی نداره. با تشکر از همراهی شما با این برنامه و توضیحاتتون خیلی ممنون. خواهش می‌کنم. خب دوستان، به دقایق پایانی برنامه امروز رسیدیم. امیدوارم گزارش و گفتگو و بررسی سیاسی امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا فردا، خدا نگهدار.